با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. در این برنامه نخست به تلاش کمیته بانکی سنای آمریکا برای تصویب طرح تشدید تحریم ها علیه تهران میپردازیم. در ادامه نگاهی داریم به سخنان اخیر علی متحری نماینده مجلس در خصوص افزایش خودسانسوری در رسانه ها در دولت یازدهم. به استخدام های غیرقانونی توسط مجلس و دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میپردازیم و نگاهی داریم به تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه با ما همراه باشید. به رغم تلاش های دولت بارک اوباما برای پیشگیری از تصویب تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی در کنگره، کمیته بانکی سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها در صورت ناکامی مذاکرات هسته را به تصویب رساند. این طرح برای قانونی شدن باید به تصویب مجلس سنا برسد. باب منندز، سناتور دموکرات گفته تا پایان ماه مارس این طرح به سنا ارائه نخواهد شد. کمیته بانکی سنای آمریکا روز پنجشنبه نهم بهمن با 18 رأی موافق و چهار رأی مخالف به پیشبرد طرحی رأی داد که در صورت شکست مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد. انتظار نمی روید که این تر تا پیش از چهارم فروردین برای تصویب نهایی در سنا ارائه شود. ده سناتور دموکرات از جمله سناتور رابرت منندز که از تدوین کنندگان این طرح است در هفته جاری اعلام کردند که طرح را برای دو ماه مسکوت خواهند گذاشت تا به دیپلماسی فرصت بیشتری برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران داده شود از ده سناتور دموکرات تنها چهار تن از آنها به این طرح رأی منفی دادند و شش نفر با رأی مثبت مجموع آرای موافق را به 18 رساندند جمهوری خان برای تصویب نهای این طرح نیاز به رأی سناتورهای دموکرات دارند و بدون همکاری آنها نمی توانند اهداف خود از ارائه طرح مزبور را به کرسی بنشانند. این اقدامات در حالی رخ داده که باراک اوباما در هفته های اخیر بارها به سراحت گفته که با توجه به حساسیت های پیرامون مذاکرات هسته ای با ایران در صورتی که چنین طرحی در کنگره به تصویب برسد آن را به خواهد کرد. به اعتقاد رئیس جمهوری آمریکا کنگره باید دست کم تا پایان زمانی که به عنوان ضرب العجل تعیین شده دست نگه دارد و از تشدید تنشها خودداری کند سناتور رابرت منندز گفته است این طرح با دقت بسیار طراحی شده تا ما را به هدف نهاییمان برساند که چیزی نیست جز ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هستی. با این حال سناتور شراد بران از دموکرات هایی که به این تهره منفی داده گفته است در صورت شکست مذاکرات رئیس جمهور و کنگره با همکاری هم فشارها بر ایران را افزایش خواهند داد و ما در موقعیت بسیار بهتری خواهیم بود تا از بقیه کشورهای جان هم بخواهیم که همسو با ما عمل کنند. گذشته از این جاش ارنست که از سخنگویان کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح سناتورهای جمهوری خواه را نیست که بر اساس آن هر گونه توافقی با ایران منوط به تایید کنگره خواهد شد را وتو خواهند کرد به گفته ای او این طرح با سابقه منفیش تاثیرات منفی و مخربی بر روند مذاکرات با ایران خواهد داشت به دنبال انتخابات میان کنگره آمریکا در نوامبر پارسال اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا در اختیار جمهوری قرار گرفت که نسبت به دستیابی به توافق با ایران بدبین هستند. سناتورهای سرشناس آمریکایی اعلام کردند تنها با اعمال فشار بیشتر بر تهران میتوان مقامهای ایران را وادار کرد تا از برنامه هسته‌ای خود که تهدیدی برای اسرائیل و جهان است دست بکشند مذاکرات جاری میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تا پایان ماه ژوئن تمدید شده است و طرفین گفتند که امیدوارند تا اواخر ماه مارس به توافق سیاسی دست پیدا کنند و تا پایان مهلت هفت ماهی مذاکرات توافق جامع میان آنها حاصل شود هفته گذشته علی متحری در کنگره حزب مردم سالاری عدم تحمل منتقد و مخالف را یکی از آسیب‌های جدی حکومت جمهوری اسلامی خواند. او میگوید به خاطر ترس از نهادهای غیر دولتی خود سانسوری در رسانه ها بیشتر شده است. علی متحری نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به نزدیک شدن سالروز انقلاب 57 تاکید کرد لازم است هر چند سال یک بار به این مناسبت با آسیب شناسی انقلاب پرداخت و ضعفها و قوت های راه طی شده را بررسی کرد. متحری در سخرانی خود در 13 همین کنگره حزب مردم سالاری گفت یکی دیگر از آسیب‌ها مسئله آزادی بیان است که متأسفانه در دولت جدید کمتر شده است. به عبارتی چون دولتی بر سر کار آمده که به اصلاح طلبی گرایش دارد، فشارها بیشتر شده است. خبرگزاری ایلنا پنجشنبه نوه بهمن به نقل از متحری نوشت متاسفانه خودسانسوری در رسانه های ما بیشتر شده و رسانه ها از خطر توقیف و لغو امتیاز نسبت به دولت قبل بیشتر میترسند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید در جمهوری اسلامی به کشورهای غربی انتقاد می شود که فضای نقد را در باله هولوکاست بسته اید و می گویند که باید یک تحلیل و نگاه باشد ولی همین کار را درباره حوادث 88 می کنیم و می گوییم فقط باید یک تحلیل باشد و همه یک نظر داشته باشند. به گزارش ایلنا متحری در ادامه افزود اتفاقی که در مجلس افتاد هم همینطور بود میگویند شما یک چیز دیگری میگویید و این تصمیم نظام است این دیگر چه حرفی است ممکن است تصمیم نظام اشتباه باشد نباید حرف زد حامیان حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 را فتنه میخوانند و تاکید میکنند که برخورد با دو نامزد معترض انتخابات میر حسین موسوی و کروبی که از بهمن 89 بدون محاکمه و حکم قضایی همراه با زهرا رهنورد همسر موسوی در بازداشت خانگی به سر میبرند با تصمیم نظام انجام شده است. علی متحری در نشست علیانی 21 دیماه مجلس بار دیگر بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را اقدامی غیرقانونی و نقص کننده بسیاری از اصول قانون اساسی خواند. شماری از اصولگرایان تندرو پس از این سخنان با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه مانع اتمام سخنان متحری شدند و مجلس را به تشنج کشیدند. متحری پیشتر نیز گفته بود نظر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مبنی بر اینکه در مورد موسوی و کروبی عدالت رعایت شده و با بازداشت خانگی به با آنها لطف کرده ان قبول ندارد. چنین اظهاراتی همواره با واکنش تند رسانه ها و حامیان خامنه ای روبرو شده است. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چند روز پیش معترزان به بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را چهار نفر عوضی خواند که به ادعای او نظرشان ربطی به جامعه و نظام و 78 میلیون ایرانی ندارد. در اعتراض به اظهارات دبیر شورای نگهبان، کمپینی با عنوان من هم عوضی هستم در شبکه های اجتماعی به راه افتاد. جنتی هفته گذشته گفت ما باید در دهان آنهایی بزنیم که میگویند حصر باید شکسته شود. متحری در کنگره حزب مردم سالاری همچنین به نادیده گرفتن جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات توسط دستگاه قضایی و اعلام جرم داستانی علیه رسانه ها و بستن روزنامه ها اعتراض کرد. در هفته های گذشته، فشار بر رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان و حامی دولت افزایش یافته و دو روزنامه روزان و مردم امروز با حکم دادستان و دستور دادسرای رسانه و فرهنگ توقیف شدند. متحری که پیشتر به مدت چهار سال عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده میگوید این هیئت از نمایندگان نهادهای مختلف تشکیل شده و برخورد داستانی با روزنامه ها بدون نظرخواهی از این جمع فلسفه وجودی هیئت را زیر سوال برده است. ترس حاکم بر فضای رسانه ها و خودسانسوری که این نماینده و اصولگرای مجلس به آن اشاره می کند در نحوه پوشش خبری سخنرانی او در کنگره حزب مردم سالاری نیز به چشم می شماری از خبرگزاری های نیمه رسمی و نزدیک به اصولگرایان خبری درباره سخنرانی متحری منتشر نکردند و در گزارش خبرگزاری ایسنا اشاره او به احتمال اشتباه بودن تصمیم نظام نقل نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در پیامی که برای کنگره یاد شده فرستاده ضمن پشتیبانی از فعالیت تشکلهای مختلف سیاسی تاکید کرد که وجود آرای گوناگون بنبست های موجود در حکومت های متعصب را می شکند و فضا را برای مردم سالاری دینی باز می‌نماید. رفسنجانی ابراز امیدواری کرد که احزاب موجود با همه محدودیت هایی که دارند نگذارند صدایی مردم و جامعه را ناامید و معیوس نماید. مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور گفته است که در دولت قبل 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه های اجرایی کشور استخدام شدند. این بالاتر از نصف استخدام ها است. مختار محمدی مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بیش از نیمی از کل استخدام در دولت پیشین غیرقانونی است. وی تاکید کرده که بر این اساس 56 درصد کل استخدام های دولت قبلی بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شده است. تخلف های گسترده در استخدام های دولت احمدی نژاد پیشتر نیز از سوی مجلس پیگیری و افشا شده بود. به گفته یک نماینده مجلس، اطلاعات در این زمینه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس ارائه شده بود. بر پایه این اطلاعات، در دولت پیشین دیویست هزار سازمان به صورت غیرقانونی تأسیس و چهارصد و هزار نفر بر اساس رابطه ها در این سازمان ها به استخدام درآمدند. قلام علی جعفرزاده ایمنابادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هنگام طرح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در دولت‌های نهم و دهم ده بیشترین تخلفات از قوانین استخدامی کشور در بخش‌های صنعت و معدن با 790 درصد، ریاست جمهوری با 507 درصد، تعاون با 339 درصد و جهاد کشاورزی با 103 درصد انجام شده است. مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور در افشاگری تازه ای از میزان تخلفات گفت تعداد استخدام های انجام شده طی 8 سال دولت قبلی 894 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد 395 هزار نفر که 44 درصد را شامل می شود دارای مجوز قانونی بودند. او توضیح داد از تعداد کل استخدام ها تنها دویست و هزار نفر که بیست درصد را شامل می شود از طریق آزمون، جذب و بکارگیری شدند. بنابراین 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه های اجرایی کشور استخدام شدند. بر اساس گزارش ها در هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد دو هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند و بر اساس طرحی موسوم به مهرافرین دو هزار نفر دیگر نیز در انتظار استخدام بودند. محمدی روز پنج شنبه نه بهمن درباره این طرح گفت با ایرادی که رئیس مجلس نسبت به استخدام های طرح مهرافرین گرفت، استخدام 394 هزار نفر با شروع کار دولت 11 هم لغو شد. در صورت عدم لغو، تعداد استخدام ها به 1 میلیون و هزار نفر می رسید و سالانه 8 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت جدید ایجاد می کرد. بررسی وضعیت استخدام ها در وزارت آموزش و پرورش نشان داده است که دو درصد از 76 هزار نفری که ظرف دو سال آخر دولت احمدی نژاد به استخدام این وزارتخانه خانه در آمده اند، بی سواد هستند. همچنین 14 درصد آنان تا مقطع ابتدایی، 19 درصد راهنمایی، 1 درصد دیپلم و 33 درصد بالاتر از دیپلم تحصیل کردهاند. غلام علی جعفرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این گفته بود متاسفانه در دولت گذشته عمد اطرافیان و خانواده های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ ضابطه قانونی استخدام شدند و مثال آورده بود دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلد نبود در آموزش و پرورش به عنوان معلم عربی استخدام شد و همکتون در حال تدریس درس جغرافیا است. بررسیهای های انجام شده نشان می دهد که استخدام های غیرقانونی در همه سطوح استخدامی از کارمند تا پست مدیریت بوده است. بر پایه قانون دولت محمود احمدی نژاد مجاز به استخدام 125 هزار نیروی قراردادی بود اما بر اساس گزارش دولت جدید این تعداد به 548 هزار نفر رسیده است. روز جمعه دهم بهمن ماه با رأی قاطع همه وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تحریم های این اتحادیه علیه مقامات روسیه و شورشیان جدایی طلب حامی مسکو برای شش ماه دیگر تمدید شد. اتحادیه اروپا می‌خواهد با تشدید فشار رویکرد روسیه را تغییر دهد. اتحادیه اروپا به علت تداوم درگیری ها در شرق اوکراین روز پنجشنبه نهم بهمن ما مجموعه تحریم های خود علیه مقامات روسیه و چهره برجسته جدایی طلبان حامی روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. مقامات اتحادیه اروپا میگویند در صدد برنامه‌ریزی برای تحریم های بیشتر هستند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است ما به خوبی نشان دادیم که اتحادیه اروپا آماده است تا از این هم فراتر رفته و اقدامات بیشتری در این راستا انجام دهد نکته جالب توجه این که همه وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه دولت جدید یونان با تمدید این تحریم ها موافقت کردند برت کندرس وزیر امور خارجه هلند گفته است این پیامی قاطع و روشن برای روسیه است درباره موافقت و همراهی دولت چپگرای جدید یونان با ارکستر تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه نگرانی وجود داشت اما در نهایت خلالی به رأی قاطع اروپا علیه روسیه وارد نشد فرانک والتر مایر وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت وقتی شورشیان حامی روسیه یک عملیات نظامی گسترده را مثلا در حمله به شهر بندری ماریوپول اجرا می کنند پیام ما هم باید در واکنش به چنین اقدامی قاطع و روشن باشد با این همه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای عضو اعلام کردند علیرغم قاطعیت پیام نباید درهای مذاکره را به روی روسیه بست رهبران اروپایی روز 23 بهمن دیدار خواهند کرد تا درباره تحریم های بیشتر تصمیم گیری کنند. در ماه مارس 2014 اتحادیه اروپا اولین دور از توقیف دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا برای آن دست از مقامات روسیه که در الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور نقش داشتند را آغاز کرد. این تحریم ها قاعدتا در ماه مارس 2015 منقضی می شود. اما حالا با تمدید آنها دست کم تا سپتامبر سال جاری معتبر خواهد بود از هفته گذشته که حملات به ماریوپول آغاز شد و با شلیک راکت به مناطق پرجمعیت در شرق اوکراین دست کم سی نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند تلاش اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم ها هم آغاز شد به گفته ناظران بین المللی ارزیابی های اولیه نشان می دهد که این حملات از مناطق تحت کنترل شورشیان جدایی طلب انجام شده است. تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه که با کاهش شدید بهای نفت هم همسو شده، ضربات سختی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. فدریکا موگرنی گفته است اگر اوضاع در اوکراین بهبود نیابد، حتی ممکن است پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز دوازدهم فوریه مجازات جدیدی علیه روسیه تصویب شود هفته گذشته میزان آلودگی در اهواز به حدی بود که دستگاه های سنجش آلایندگی از عده تعیین میزان آن عاجز ماندند مدارس اهواز تعطیل شد و بسیاری از اهالی اهواز به دلیل مشکلات تنفسی در بخش اورژانس بیمارستانهای این شهر تحت درمان قرار گرفتند. شهریار اسکری مدیر روابط عمومی اداره محیط زیست خوزستان درباره میزان افزایش آلودگی هوای اهواز در چند روز گذشته به خبرگزاری ها گفته است از میزان دقیق ریزگردها در هوا اطلاع دقیقی نداریم زیرا دستگاه های سنجش آلایندگی تنها تا عدد ده هزار را نشان میدهند و با مقادیر بیش از آن پیغام خطا میدهند حد مجاز گرد و خاک در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است. به این ترتیب هوای احواز دست کم 66 برابر بیش از حد مجاز آلوده است. تا ساعت 12 ظهر روز هفتم بهمن میزان آلودگی هوای احواز بیش از 2335 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده بود. آلودگی هوا در این مدت از 15 برابر به 66 برابر حد مجاز افزایش پیدا کرده است. هوای شهرهای آبادان، دسفول و دشت آزادگان نیز آلوده است، اما آلودگی هوای احفاظ بیش از دیگر شهرهای استان خوزستان گزارش شده. سایت آفتاب پیش از این گزارش داده بود که به دعوت معصومه ای ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونان وزارتخانه های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران استانی خوزستان جلسه استراری برگزار کردند. در این جلسه مسئولان تصمیم گرفتند اطلاع رسانی به مردم را سرعت ببخشند. همچنین قرار شده است وزارت بهداشت گزارش دقیقی از تعداد مراجع کنندگان به مراکز درمانی و علائم بیماری های آنها تهیه کند. سایت محلی خوز نیوز گزارش داده است که بسیاری از احوازی ها در اثر مشکلات تنفسی به بخش اورژانس بیمارستان امام در این شهر مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز هنوز آماری از اشخاصی که به خاطر آلودگی هوا و مشکلات تنفسی ناشی از آن در مراکز بهداشتی و درمانی استان خوزستان تحت درمان قرار گرفتند اعلام نکرده است. تیر ماه سال گذشته ایران سه دستگاه مهار ریزگرد از روسیه خرید و آنها را در نوار مرزی استانهای خوزستان، کرمانشاه و ارومیه نصب کرد. امید می رفت که این دستگاه ها 70 درصد از میزان ریزگردها را کاهش دهند اما در عمل کارایی نداشتند دولت 550 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده بود اما بودجه‌ای که دولت برای این امر در نظر گرفته کافی نیست ارائه خدمات رایگان پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده و احیای طالب ها در این بودجه منظور شده بود سال گذشته 18 نماینده استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به کمبود بودجه برای مهار ریزگردها استعفا دادند بر اساس آمار وزارت بهداشت سال گذشته 80 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا و قبار جانشان را از دست دادند. هفته گذشته یک وبسایت خبری نزدیک به دولت روحانی از تنش لفظی میان رئیس جمهور و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا خبر داد که این امر موجب اوقات تلخی روحانی و نیمه کار ماندن نشست این شورا شد. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران اما ترک جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی آقای روحانی را رد کرد. پیاده روی جواد ظریف و جان کری در جریان آخرین دور مذاکرات این دو که روز چهارشنبه 14 ژانویه در ژنو انجام شد، موضع تنش و قهر روحانی بوده است. وبسایت خبری انتخاب که از دولت حسن روحانی پشتیبانی می کند در گزارش کوتاهی نوشت جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل اوقات تلخی رئیس جمهور با یکی از اعضای شورا نیمه کار تعطیل شده است. در این جلسه که اول بهمن برگزار شده است، یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به برخی اقدامات در دستگاه سیاست خارجی و همچنین پیاده روی زریف با جان کری انتقاداتی را مطرح می کند. پس از سخنان این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که انتخاب نامی از او نبرده، حسن روحانی به شدت برافروخته شده و اظهارات این فرد را عوامانه و از روی کم اطلاعی میخواند. به نوشته انتخاب واکنش رئیس جمهور اما باعث تشدید این برخورد لفظی می شود و نهایتا روحانی به حالت قهر جلسه را ترک می کند. از سوی دیگر پیاده روی جواد ظریف با جان کری در جریان آخرین دور مذاکرات این دو که روز چهارشنبه 14 ژانویه در ژنو انجام شد به یکی از سوژه های, های از حاکمیت ایران در انتقاد از سیاست خارجی و مذاکرات هستئی دولت روحانی مبدل شده است. این انتقادها در روزهای اخیر به تریبون های نماز جمعه و مجلس نیز رسیده است. گفتگوی آرام و دوستانه دو وزیر خارجه که از چشم دوربین رسانه ها دور نمانده، ظاهرا از انتظار آنها از مذاکرات هستئی فراتر رفته است. برخی تحلیلگران میگویند تلقی اصولگرایان افراطی از این مذاکرات گفتگو با دشمن برای کاستن از شر آن و گرفتن بهانه از دست اوست اما ژست صمیمانه ظریف در تصاویری که از قدم های دو وزیر خارجه منتشر شده رفتار با نماینده یک دولت دشمن نیست بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی نگران آن است که مذاکرات در چنین فضایی نه تنها به توافق میان دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای بلکه فراتر از آن به عادی مناسبات ایران با قدرت بزرگ به ویژه آمریکا منجر شود. این نگرانی در اظهارات اخیر کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران منعکس بود. او گفت: اینکه ما در انظار عمومی در چنین شرایطی با آنها قدم بزنیم و خوشوبش کنیم در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و ملت ما این را نمیپسندد پیش از کاظم صدیقی سردار نقدی فرمانده نیروهای بسیج با انتقاد از ظریف از او خواسته بود به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند نقدی قدم زدن ظریف با کری و سفرش به پاریس را اشتباهی غیرقابل تحمل خوانده است روز شنبه نیز 21 نماینده مجلس در قالب سوال از وزیر خارجه خطاب به جواد ظریف نوشته و گفتند پیاده روی نمایدین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان حتاکی چند باره نشریه شالی ابدو به مقدسات مسلمانان هیچ یک شایسته شعن وزیر خارجه ایران نبود. نمایندگان از وزیر خارجه ایران پرسیدند چرا به این رفتارهای خارج از عرف سفیر جمهوری اسلامی پایان نمی دهید و بدون حاشیه به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکره نمی پردازید؟ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت انتقادها به قدم زدن جواب ظریف با جانکری را خیلی سخیف خواند. در رویداد مرتبط دیگری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت نیاز به اراده سیاسی در طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر به نتیجه برسد. حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه کرواسی گفت ایران در موضوع هستئی خواهان استفاده سلحامیز از انرژی هستئی و بهرهمندی از حقوق خود در چارچوب مقررات بین و معاهده منع گسترش تسلیحات هستئی NPT است. در تحوالی دیگر سایت خبری فرارو به نقل از عباس عراقچی سرپرست هیئت ایرانی نوشت مذاکرات به قدری پیچیده است که نمی شود به سرعت به نتیجه رسید با این حال تلاشا ادامه دارد و جدیت در طرف مقابل نیز دیده می شود عراقچی می گوید در این دور از مذاکرات بر سر موضوعهای مختلف به ویژه مسائل مهمی چون غنیسازی و تحریمها بحث شده که به گفته ای او جزئیات مفصل و پیچیده ای دارد پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از رایزنی های فشرده با همتای آمریکایی خود جان کری در ژنو و ملاقات با وزیران خارجه آلمان و فرانسه گفته بود مذاکرات پیچیده شده و وارد جزئیات شده ایم. یک عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حسن روحانی و اکبر حاشمی رفسنجانی نسبت به آغاز فعالیت آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری هشدار داد. انتخابات خبرگان ایران سال آتی برگزار می شود. علی اسلامی عضو مجلس خبرگان رهبری بیان آنکه نامی از حسن روحانی و اکبر حاشمی رفسنجانی ببرد، نسبت به آغاز فعالیت آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری هشدار داد. وی گفته در شرایط حاضر ادعی به دنبال مطرح کردن برخی افراد هستند تا از طریق آنها بتوانند به اهداف مدنظر خود در مجلس خبرگان برسند. به نظر میرسد اشاره وی به اکبر حاشمی رفسنجانی و حسن روحانی باشد. وی افزوده این عده دنبال تشکیل شورای رهبری هستند تا شخص مد نظر خود را تعیین کنند و تا به امروز اقداماتی برای عملیاتی کردن نظر خود داشتند. اسلامی اضافه کرده این افراد بنا دارند با ایجاد فضایی در مجلس خبرگان رهبری عده اهل رأی در این مجلس داشته باشند که بتوانند در صورت نیاز تغییراتی اعمال کنند. چندی قبل نیز علی رضا زاکانی از تلاش های اکبر حاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی برای نقش آفرینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری و حسن روحانی برای تغییر ترکیب مجلس آینده خبر داده بود. احمد جنتی، کازم صدیقی، محیدین حائری شیرازی و گروه دیگری از روحانیون نزدیک به علی خامنه ای از ماها پیش اعلام کردند نگران تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. آنها گفتند در صورت موفقیت هاشمی، خاتمی، خمینی و روحانی در این دو انتخابات احتمال دارد جمهوری اسلامی به خطر بیفتد. نگرانی باند اصولگرایان بیشتر از آن است که رفسنجانی به طور خصوصی گفته است مانع از ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضایی بر مجلس خبرگان خواهد شد و در عین حال اجازه نخواهد داد یک عراقی که اولین رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بود رویای رهبری پس از مرگ آیت الله خامنه ای را در سر بپروراند گفتنی است در گذشت ملک عبدالله پادشاه سعودی و انتقال آرام قدرت به برادرش ضرورت آمادگی برای مرحله پس از خامنه ای را بیش از گذشته به نقطه توجه باندهای قدرت تبدیل کرده است. رفسنجانی و اصلاح طلبان ادامه ولایت فقی را با وضع فعلی و قدرت مطلقه غیرعملی می دانند و معتقدند رهبری باید نمادین و بدون قدرت اجرایی باشد درست مثل پادشاهان اروپا. آنها از نامزدی حسن خمینی نواده بنیانگذار رژیم اسلامی و یا شورای رهبری با حضور حاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد خاتمی حمایت می کنند. در همین حال روز گذشته نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت این شورا افرادی را در جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرده که کسی جرأت رد صلاحیت آنها را نداشته و شورای نگهبان در رد صلاحیت ها انعطافی نشان نخواهد داد. جنتی این اقدام شورای نگهبان را قانونی دانسته و افزوده این شورا بر سر حفظ کیان نظام اسلامی با کسی معامله نمی کند و ای افزوده شورای نگهبان و نظام در جایی که مساهمه کرده اند ضرب خورده و در پی آن افراد فاقد صلاحیت در کشور صاحب مسئولیت شدند. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود گفته ادعی با علم به اینکه رد صلاحیت میشوند اما با قصد ضربه زدن به اعتبار این شورا نام نویسی می کنند. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز صلاحیت اکبر حاشمی رفسنجانی را رد کرد که آقای جنتی به طور تلویحی این رد صلاحیت را یکی از افتخارات این شورا میداند. در دو هفته اخیر نیز برخی سایت های محافظه کار با انتشار تصاویری از سفرهای استانی حسن روحانی از آغاز فعالیت های رسمی وی برای انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری خبر دادند. یک روز پس از آزادسازی کوبانی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد کشورش اجازه نخواهد داد یک منطقه خودگردان کردی شبیه عراق در شمال سوریه تشکیل شود. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد آزادی کوبانی اگرچه برای کوردها و بسیاری از مردم منطقه خبر شادی بخشی بود اما برای مقامات ترکیه زنگ خطر جدی و نگرانی تازه‌ای هستش حالا پس از 133 روز پایداری شهر کوبانی آزاد شد اگرچه مشکلات کوبانی و در کلیت اون مشکلات مردم سوریه همچنان پابرجا هستش اما این رویداد موجب همبستگی بیشتری میان کوردها در منطقه شده در دو روز, روز گذشته در تمامی مناطق کردنشین از سوریه عراق تا ترکیه شادی موج میزد مردم کرد در کنار رقص و پایکوبی و خواندن سرودهای حماسی این بار سرودهایی نیز در وصف نیروهای مدافع کرد به ویژه یپگه میخواندند اما یه که از اون به عنوان شاخه نظامی حزب دموکراتیک کورسان سوریه نام میشه از دیدگاه مقامات ترکیه تفاوتی با پگاکا نداره حتی اونها این نیروی نظامی رو شاخه سوریه پگاکا و یک سازمان تروریستی میدونن در طی ماهای اخیر بخش عمده نبرد در کوبانی رو یه به عهده داشت حالا هر چقدر این نیروی نظامی و احزاب کردی میان کردهای سوریه محبوب تر بشن و در عرصه کلان و وسیعتر به عنوان یکی از بازیگران اصلی در شمال سوریه و در میان کاندونای کردی سوریه ایفای نقش بکنن خودش یه زنگ خطر جدید برای دولت ترکیه هستش با این پیام که در شرایط نابسامان سوریه و نبود یک دولت ملی و منسجم تمایل برای تشکیل یک منطقه خودگردان در میان کردها محتمل خواهد بود موضوعی که به هیچ وجه ترکیه دوست نداره بعد از تجربه عراق چنین تجربه هم در سوریه تکرار بشه اما تا یکی دو روزی که از آزادی کوبانی میگذره بسیاری از آوارگان کور سوری که به ویژه در منطقه شانلی ترکیه سکونت دارن آرام آرام دارن به کوبانی برمیگردن مشخصا اردوگاه مرزی سروش که فاصله چند کیلومتری با کوبانی داره ساکنانش تمایل دارن که به این شهر برگردن و با. سازی شهر رو آغاز بکنن اگرچه بسیاری از زیر های کوبانی از مراکز دولتی گرفته تا بیمارستان و مدرسه در طی مدت از بین رفته و شرایط زندگی بسیار دشوار شده در طی چهار ماهی که از ماسره کوبانی میگذره بالغ بر 200 هزار نفر از شهروندان کرد سوری به استانهای جنوبی ترکیه پناه آورده بودند ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر بدرود